اللهم إني أسألك من رحمتك أوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. يا در داري دوامي كنم بيا حاجت را روامي كنم تو را خواندم اکنون که باز آمدی، کجا دست خوابی رها می کنم. الهی الهی خدا آمدم، الهی الهی خدا آمدم. ای رحیم، درد مندم و چه طبیبی بهتر از تو؟ ای کریم، محتاجم و چه ملجعی بهتر از تو؟ نیک می دانم که این جذبه از طرف توست، تویی که مرا خوانده ای و حتما خواهی مرا به مقصود رسانی که خوانده ای. غیر از رأفت تو چه چیز مرا باز به سمت تو کشیده است؟ غیر از ستاریت تو چه چیز توان برگشتن به من داده است؟ میدانم که همه تو که مرا باز رها نکردی. تو با من کنی قهر و من آشتی، تو کردی خطا من عطا می کنم، تو از من جدا گشتی ورنه من کجا از تو خود را جدا می کنم. الهی الهی خدا آمدم، الهی الهی خدا آمدم، الهی الهی خدا آمدم. سلام سلام سلام، کرم را در حق من تمام کن و مرا از منظر و ملجأ و مخزن رحمتت بنگر. سلام سلام از کربلا، از کربلا در کربلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. باز مثل همیشه آغوشت را بر این طبل گریز پای گشوده ای. آمدم که آمده باشم. ای خطاپوش و ای مهربان ترین مهربانان، سلام بر رحمانیتت، سلام بر رحیمیتت، سلام بر جود و کرمت. مرنج از بلاهام چه من گاه گاه، نوازش تو را با بلا می کنم. ز آلودگی تا که پاکت کنم، تو را عاشق کربلا می کنم. من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون.
إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يدي، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبتي وأخي وفصيلتي التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز. مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنت
أنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي
أنت الرحمن وأنا المرحوم وليرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. قوم شد دیگر روزای گریم رسیدم به تو زهرا و سخزی هنوزم جلو چشمام میبینم واسه خاطر من تو رفتی رفتی و دیگه خونه شده مثل زندون رفتی و چشم هنوز میباره بارو رفتی و حسد شده عمری فریشون سی ساله که منتظر تو هستم سی ساله پشت همین در نشستم سی ساله فقط دهنم را بستم دفتی زهرا من با غم ها تنها مو
رسیده آخرین شبای عمرم، رسیدم به تو یا سن جمونم، یا عمرم که زیر بارم غمها منم مثل تو زهرا که مونم، منم مثل تو زهرا مونده، هنوز تو خاطرم زخم بغلود، اون شبی که دیدم کبود بوده بازود، آه منو خندیدنت به تو بود، بی تو من از زندگی خیر ندیدم، بعد از تو چه تنهایی که شدیدم، رفتی و ندیدی که شیا کشیدم، رفتی زهرا من با غمها تنها موندم، تو این دنیا مولا حیدر، مولا حیدر، هر حوا بشم دمم بود بنا تو، غم و دردتم دمت بود، شبایی که نخوابیدی دیدم عشقای بی صدا محرمت بود، زینبه که میمونه باید عشقر حسین، زینبه که میمونه باید پیشه چشماش همه بلاش پرپر، گریونه از تنی که میشه بیزر، هی بای از تن بیزر میونه گودا، هی بای از سم اسباب و تن پابا، دری تو یا خراب بی بی حال، با ویلا حسین، با ویلا حسین، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما بینندگان هستیم در این ساعات بسیار پربرکت، روزها و شبهای پایانی ماه مبارک رمضان رو در پیش داریم و باید از خدا بخواهیم که انشاءالله فیض کامل رو ببریم، انشاءالله حالا توفیقی که باشد در خدمت شما باشم در این سحرهای نورانی ماه مبارک رمضان، مباحثی رو در خدمتتون خواهیم بود انشاءالله، عواقب گناهان و راه نجات در روایات، سیری بکنیم در برخی از احادیث معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در این ماه مبارکی که زمینه بسیار آماده است به برکت عبادت، به برکت صیام و روزه این ماه و برکات عظیمی که خدای متعال جلت عظمته قرار داده استفاده ببریم، لحظه به لحظه این ماه رو باید انسان استفاده کنه، توفیقات بسیاری خدای متعال قرار داده در این ماه مبارک و اون معنویتی که در جان ما میاد به برکت این روزها و عبادتها و شبهای قدر این ماه، نگذاریم خدای نکرده
ماه مبارک تمام بشه و فیوزاد و اون آثار عبادی و اون برکات از کف ما بره با رفتن ما. بذار در این ماه تصمیم جدی بگیریم، از خدا بخواهیم، دعا کنیم که نسبت به اوامر الهی، دستورات الهی بیش از پیش انشاءالله دقت داشته باشیم و بدانیم که گناه جز ویرانی، جز تباه، جز حسرت، جز اندوه، جز غصه برای ما هیچ آیدی به دنبال نخواهد داشت. با هم مروری میکنیم در برخی از احادیث و آیات الهی. حدیث از وجود نازنین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هست. پیامبر فرمودن ببینید گناه کار انسان رو به کجا میرسونه. اونهایی که اهل شرارت میشن، اونهایی که اهل قتل و کشتار، اونهایی که جان انسانها برای اونهایش اثری نداره، اونهایی که جنایت میکنن، اونهایی که حرامخواری میکنن، اونهایی که تعدی و ظلم میکنن خدای نکرده، این انسانی که بهترین مخلوق هستی است، این انسانی که دارای عقل و شعور، چجور میشه کار این انسان به جایی میرسه که انسان دیگه رو بیگناه بکشه، زنها و بچه های بیگناه رو بکشه، ظلم و تعدی کنه؟ لذا با سیری در این احادیث و آیات برخی از اسرار این آسیبه ها شناخته میشه و ما مراقبت کنیم، مواظبت کنیم. همچنانی که ما در یک خانه زندگی میکنیم و حریم داره، دیوار داره، در داره، هر کسی نمیتونه وارد بشه، همچنین برای حفظ دین و معارف هم حصاری داشته باشیم، مراقب باشیم، مواظبت کنیم از اعمالمون، کردارمون، رفتارمون. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند ینزع الله من العبد الحیا، در اثر گناه ها و معاصی گناه مانند یک، حالا بگیم تعبیر همون روایت، تعبیر زیبایی است که گناه مانند یک عرض میشه نقطه سیاه در قلب، یعنی با یک گناه یک نقطه سیاه در قلب انسان ایجاد میشه. گناه دوم، گناه سوم، اگر توبه کرد پاک میشه، از صحیفه عمل این گناه میره. اما اگر ادامه داد، توبه نکرد، استغفار نکرد، این قلب پر از سیاهی و گناه و معصیت میشه و میشه یک انسان پلید، خدای نکرده. پیامبر میفرماید وقتی که انسان از فرمان خدا سرپیچی کند، اگر که انسان از فرمان خدای متعال سرپیچی کنه، خدای متعال حیا رو از او میگیره. ینزع الله من العبد الحیا فیصیر ماقتا ممقتا، این بنده ای که عرض می شود که در اثر گناهان و معاصی حیا ازش گرفته میشه و بدین ترتیب کارش چی میشه؟ یک حالتی پیدا میکنه در اثر انجام این گناهان و معاصی، همگان رو دشمن خواهد داشت، میشه با همه میشه دشمن، چش دیدن کسی رو نداره. ببینید این انسان یک موجود بسیار ظریف و اسرارآمیزه و اون کسی که او رو خلق کرده برای او دستورات و برنامه ها رو قرار داده، باید متوجه باشه چه اموری برای او بده، چه کارهایی برای او بده، چه اموری او رو بیچاره میکنه، گرفتار میکنه. دائما باید انسان مراقب باشه. خدا حیا رو ازش میگیره، از این انسانی که دیگه مشهور به گناهان و معاصی است حیا گرفته میشه، همه رو به چشم دشمنی و عداوت نگاه میکنه، همه هم او رو دشمن خواهند داشت، یعنی همه هم به او به چشم دشمن نگاه میکنن. بعد که خدای متعال حیا رو از او گرفت، رحمت و مهربانی رو از او خواهد گرفت. ببینید گناه مرحله به مرحله
کار انسان رو به کجا منتهی میکنه، حیا رو میگیره در اثر گناهان و معاصی خدا از او، حالتی در وجود او پیدا میشه که همه رو به چشم دشمن و با چشم عداوت نگاه میکنه. وقتی که این چنین شد، مردم هم به او به چشم دشمن نگاه میکنن. بعد خدای متعال رحمت و مهربانی رو ازش میگیره. انسان اگر دارای عطوفت و مهربانی نباشه چه ارزشی داره؟ رحمت و مهربانی رو از او میگیره. سپس اسلام، پیمان اسلام رو از گردن او بر میگیرد. یعنی ببینید، اگر ما حرف شیطان رو گوش کردیم، در یک گناه زود تدارک نکردیم، شیطان بلافاصله نیروی بیشتر وارد میکنه به گناه دوم، به گناه سوم. همین شکل نتیجه چیه؟ کار میرسه به اینجا که یه وقت اسلام رو هم از او میگیرن، او رو به حال خودش رها میکنن و در نتیجه فیصیر شیطانا لعینا، پناه بر خدا، این انسانی که دارای عطوفت و رحمت و عرض میشه که خلاصه به عنوان یک انسان بی آزاری بود در اثر گناه و معصیت، میشه تعبیر روایت اینه، شیطانا لعینا، این انسان میشه یک شیطان لعین. و اینها از محضر معصومین صلوات الله علیهم اجمعینه. خب باید چی کار کنیم؟ چرا اینقدر سفارش میکنن معصومین علیهم الصلاة والسلام که قرآن رو با تدبر بخونیم، رو این کلمات نورانی عرض میشه خدای متعال جلت عظمته، این آیات الهی کلام خداست، کلام معبوده، کلام خالقه، با تدبر نگاه کنید و درس بگیرید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، در حقیقت هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمیماند. اگر انسان برسه به این ایمان و باور که هیچ چیزی از منظر خدای متعال جلد عظمتو مخفی نیست، دقت میکنه، مراقبت میکنه، مواظبت میکنه از نفسش. قل ان تخفوا ما فی صدورکم، بگو اون چیزی که در سینه های شماست نهان دارید، او تبدوه، یا اگر آشکارش کنید، یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله على كل شيء قدير. نه فقط اعمال ظاهری شما، بلکه اون چیزی که شما در قلبهای خودتون دارید مخفیش میکنید. گاهی انسان از یک سری افرادی مثلا بعد از سالهای بسیار اموری رو میبینه باورش نمیشه، حالا یا جهت مثبت یا جهت منفیش فرق نمیکنه. یک دفعه میبینه اون انسانی که در نزد او یک انسان مثلا خاری بود، او رو به چشم حقارت نگاه میکرد، یک دفعه بعد از مثلا مرگ و فوتش متوجه میشه او از اولیاء خدا بوده. عجب چیزهایی که بعد نقل میشه. یا نه برعکسش، خدا نکنه، نه یار اون روز رو که انسان ظاهر الصلاح بوده به عنوان مؤمن، به عنوان یک شخص متدین، اما در ضمیر و سینه او مسائل دیگه ای بوده و خلاصه اصلاح نکرده، توبه نکرده و او خدای نکرده مفتضح شده، آبروش خدای نکرده بره. باز آیه دیگر، الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، و ما عرض می شود که الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اینما کانو ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. ببینید آیات الهی رو انسان
سری نخانه و بره. یه مقداری در این همین ترجمه های قرآن آرام آرام با دقت با تأمل، آیا ندانسته ای که خدا آنچه را که در آسمان ها و آنچه را که در زمین است می داند؟ هیچ گفتگوی محرمانه ای میان ستر نیست مگر اینکه او چهارمین آنهاست و نه میان پنجتن مگر اینکه او ششمین آنهاست. امکان نداره در یک محفلی، در یک مجلسی، در یک خلوتی قرآن میفرماید سه نفر نباشن مگر چهارمیش خداست، پنج نفر مگر ششمیش خداست. یعنی هیچ محفل و محلی، هیچ محل خلوتی از او خالی و بر او پوشیده نیست و نه کمتر از این عدد و نه بیشتر مگر اینکه هر کجا باشند او با آنهاست. آنگاه روز قیامت آنان را به اون چه کردن آگاه خواهد گردانید. میداند، میتواند اقدام کنه در همین دنیا، اما برنامه دنیا رو چون برای امتحان قرار داده صبر میکنه. شاید این بنده توبه کرد، شاید استغفار کرد، شاید به خدا بازگشت، زیرا خدا به هر چیزی داناست. و ما زیاد میبینیم از حکایت های تکان دهنده، از جمله اون حکایتی که شخص میگه در بازار آهنگران عبور میکردن، دیدم یک آهنگری با دستان خودش آهن گداخته رو داره از توی اون تنور آهنگری میکشه بیرون، آهن قرمز گداخته شده. چطور ممکنه؟ خلاصه میگه آمدم نزد او، حال و احوال و حال چطور، حتما این از اولیاء خداست و اینها، جریان چیه؟ گفت که قضیه این است که یک سالی خوش سالی شد و قحطی، اما من انباری داشتم که انبار من پر بود از آذوقه و غذاها. یک روزی از روزها یک زنی آمد، زن جوانی آمد در مغازه من و درخواست کرد چون قحطی بود من به او آذوقه ای بدم. اینجا میگه من به او اظهار خلاصه امر خلاف شرع کردم. چون میان برنامه آماده است، بریم به اتفاق ببینیم و بازگردیم و ادامه داستان آهنگر رو انشاءالله براتون بیان کنم انشاءالله. جمیله ما تن شور، آیا شکر این رو به جا بیاریم که خوبیامون رو نشر دادیم؟ ام قبیه ما تستور، آیا شکر کنیم به خاطر این که بدیامون رو پوشندیم؟ ام عقیمم ما عبلیتم و اولبک، ام کثیرم ما منه نجیتم و آفت، یا حبیبم من تحبب الک، ای دوست هر کس که تو رو دوست داره خدا، و یا قرت عین من لاذ بک و انقطع الک، ای نور چشم هر کسی که به تو پناه ببره و از غیر تو دل ببره، انت المحسن و نحن المسیئون، خدا تو خوبیم ما بدیم خدا، فتجاوز یا رب ان قبی ما عندنا، به جمیل ما عندنا.
خدایا به خوبیات از بدی ما بگذر مبلا جات و ای جهل یا رب لا یسع وجودک او ای زمان اطول من عناتک و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمتک خدایا در مقابل نعمتایی که تو به ما دادی عمل ما چه ارزشی داره و کیف نستکثر اعمالا نقابل بها کرمک بل کیف یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک یا واسع المغفرة یا باسط الیدین بالرحمة فبعزتك یا سیدی لو نرتنی ما برین تو من بابک به عزت قسم میخورم با عرض سلام مجدد در خدمت شما هستیم از سرزمین مقدس کربلا از کنار حرم با صفا و نورانی و مقدس ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه و قمر منیر بنی هاشم ابا الفضل العباس در این لحظات پربرکت سعی کنیم لابلای دعاهایی که داریم قرآنی که میخوانیم یادمون بیاد از گذشتگان پدران مادران طلب رحمت کنیم برا همشون اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. خب به داستان آهنگر رسیدیم که گفت خلاصه قحطی شد و در اون قحطی من انبار آذوقم پر بود و یک زنی آمد و درخواست کرد که به من طعام و آذوقه ای بده، من بچه ها یتیم دارم و اونها گرسنه و ما در شدت و ضعف قرار گرفتیم. آهنگر گفت که من برای اون شخص داره نقل میکنه که دید اون با دستهای خودش اون آهنهای گداخته شده رو داره از تنور در میاره، داره حالا جریان رو برای اون شخص تعریف میکنه. گفت خلاصه من درخواست نامشروعی کردم، خیلی ناراحت شد، اشکش جاری شد و رو ترش کرد و رفت. باز روز دوم آمد، همون حرف رو تکرار کردم، رفت. روز سوم آمد، خیلی نحیف و افسرده، گفت سه روزه که من و یتیمام هیچی نخوردیم، هی مرد برای خدا خلاصه به ما طعامی بده، غذایی بده. میگه بهش گفتم خود تو منو اذیت نکن، وقتمو نگیر، من بهت گفتم که راهش چیه. بعد که دیگه برای او خلاصه سه روز نه خودش نه بچه های یتیمش غذا خوردن، در شدت و سختی قرار گرفته، خوف مرگ برای او پیش آمده، خلاصه گفت که دیگه چاره ای نیست و اصرار، فقط یک شرط داره. گفتم شرطش چیه؟ گفت که در جای بری و عرض میشه که جایی بریم که اونجا هیچ کس ما رو نبینه. گفت باشه، جا بسیار ناراحتی نداره. خلاصه میگه خلاصه تا عرض میشه اون زن رو به اندرون بردم، نگاه کردم دیدم داره میلرزه و اشک میریزه، خیلی ناراحت. گفت مگر من با تو شرط نکرده بودم که یک جایی بریم که احدی ما رو نبینه؟ گفت خب اینجا که کسی نیست. گفت چرا دروغ میگی؟ همینجا الان 5 نفر دارن ما رو میبینن. بهش گفتم کی غیر از من و تو که کسی اینجا نیست؟ این اثر باور به
آیات الهیه، این اثر ایمان حقیقی به آیات الهی است. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. وقتی که طرف میداند در هر حالی، در هر جایی، در هر مکانی، در هر حالتی خدا او رو میبینه، از خدا میترسه. میگه گفت که اینجا که کسی نیست. بهش گفتم اینجا کسی نیست. گفت اینجا 5 نفر حضور دارن. گفتم کی؟ گفت اول خدا. و این آیه رو خون. الم یعلم بان الله یرا، آیا او انسان نمیداند که خدا میبینه؟ این یک. دو ملکی که بر تو مأمورند. این 3. دو ملکی که مأمور بر من هستند. این 5. یک لحظه میگه این آیه رو که خونو با خودم یک تأملی کردم و گفتم فلانی حیا نمی کنی از خدا. این زن در اثر قحطی و گرسنگی جان خودش و بچه های یتیمش به خطر افتاده. بعد گفت فلانی بیا از خدا بترس و مرتکب این فعل حرام نشو. دعا میکنم خدا آتشش رو بر بدن تو حرام کنه. میگه خلاصه تکانی خوردم و با اون وضع گرسنگی و خطر مرگ 3 روز 3 شبانه روز خودش و بچه ها یتیمش غذا نخوردن و اینگونه از خدا میترسه، اینگونه ایمان به خدا داره. متذکر شدن مردیت کجا رفته، حیات کجا رفته، انسانیتت کجا رفته، آیا غافل شدی که خدا تو رو میبینه؟ میبینه، قدرتم بر تو داره، اما در این دنیا چون برنامه امتحانه صبر میکنه. اما تمام اعمال ثبت و ضبط دقیقه، بدون اینکه یک سر سوزنی از اون نادیده گرفته بشه. خلاصه میگه متأثر شدم، توبه کردم و خواستم که خدا منو ببخشه و از او گذشتم و در حقش میتونستم کمک رو انجام دادم. تا میگه او هم دستهاش رو برداشت، اونجا برام دعا کرد که خدایا حرارت آتشت رو بر این شخص حرام کن، آتشت رو از این مرد بردار. میگه از اون لحظه دیگه آتش به بدن من اثر نمی کنه. باور اگر این چنین شد، برای مؤمن و موحد خوف خدا همیشه هست، خدا رو میبینه، خیال نمی کنه که الان نشسته در مغازه کسی او رو نمیبینه یا داره جنسی رو تولید میکنه. در همه امور میاد انسان باید ببینه. از من گوینده که باید پناه به خدا ببرم و از او نجات رو بخوام، و هر کسی در هر حوزه ای که هست باید خوف از خدا انسان داشته باشه. خب چون در نظر هست که راجع به 2 موضوع بحث بشه، عواقب گناهان و راه نجات، مبحث راه نجات رو هم باز از برخی از احادیث و روایات اشاره‌ای داشته باشیم در این باب، که انشاءالله سعی کنیم تا فرصت هست، تا نفس هست، تا حیات هست، اون راه‌هایی که برای ما گذاشتن برای اینکه از گناهان شسته بشیم، از گناهان خلاص بشیم، اونها رو هم عمل کنیم. حدیث از امام صادق علیه السلام: من قال استغفر الله 100 مره فی کل یوم غفر الله له 700 ذنبه ولا خیر فی عبد یذنب فی کل یوم 700 ذنبه. کسی که 100 بار در روز استغفار کنه، انسان برای خودش برنامه ای بذاره. یکی از راههایی که انسان گناه ها رو منهدم میکنه، از بین میبره، استغفار. یه تعدادی رو حالا در روز مثل این حدیث شریف 100 بار هر روز سعی کنه استغفار کنه، خدا 700 گناه او رو میبخشه.
و بعد حضرت می‌فرمایند بنده‌ای که در روزی 700 گناه کنه در او خیری نیست. یعنی انسان مقداری حیا کنه از خدا، سعی کنه جلوی این گناهان رو بگیره. در روایت دیگه از وجود مقدس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هست که فرمودن خوشا به حال کسی که در نامه عملش زیر هر گناهی یک استغفر الله باشه. باز توی روایت دیگه ای داره، گاهن ماها ملتفت نیستیم، در حق برخی کوتاهی کردیم، ظلمی کردیم، ممکنه یک گرفتاری هایی تو زندگی بیاد، هر دری بزنیم، هر ذکری، هر وردی، هر کاری، هیچ نتیجه انسان نگیره. برخی رو انسان میبینه، باید مراقب باشیم یه وقت مظلمه ای به گردن ما نباشه، یعنی یک ظلمی خدای نکرده در امر حق و ناس، خب خدایا چی کار کنم؟ تصریح به این امور در دعای روز دوشنبه داره، حتما این دعاهای ایام رو بخونید، چند دقیقه وقت نمیگیره، دعاهایی که برای روزها هست و زیارت معصومین در هر روز، در دعای روز دوشنبه داره که خدایا اون کسی که در حقش بدی کردم، ظلمی کردم، ستمی کردم، آبروی او را به هر نحوی، الان دستم کوتاهه، خودت تدارک کن. این حدیث شریف داره، هر کس در باره کسی با بدگویی مرتکب ظلمی شده، بدگویی کرده، دسترسی به شخص نداره، حالا اونم از دنیا رفته یا دوره، و آن شخص مظلوم رو البته توضیحشه که پیدا نکنه ازش رضایت به طلبتون، در درجه اول انسان باید طلب رضایت بکنه از شخص، اگر دسترسی نبود اینجا دارد که برای او از خدای تعالی طلب آمرزش کنه، زیرا این خود کفاره گناه او خواهد بود. انسان برای اون شخص خدایا فلانی، حاجی فلان، آقای فلان، مشهدی فلان، کربلای فلان، من در حق او ظلمی کردم، جوان بودیم، الانم دسترسی به او ندارم، خدایا به حق محمد و آل محمد او رو ببخش، از گناهانش درگذر. امیر المؤمنین سلام الله علیه صاحب این ایام می فرماین حسن الاستغفار یمحص الذنوب، استغفار نیکو با شرایطش البته این گناهان رو از بین میبره. البته در حدیثی هست که سید بن طاووس رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن که در فلاح السائل از امیر المؤمنین که حضرت یه روزی در میان مهاجرین و انصار نشسته بودن، یکی از حاضران گفت استغفر الله، امام فرمودن اونم با حالتی که خشم گرفته باشن یه نگاهی به شخص کردن و فرمودن وای بر تو، آیا میدانی استغفار چیست؟ بدان که استغفار اسمی، یعنی لفظیست برای شش ویژگی و لوازم. استغفار فقط همین به لفظ گفتن نیست، اول پشیمانی برگذشته، نه اینکه دوباره استغفار بکنی و دوباره یک دقیقه بعدش، یک ساعت بعدش، فردای اون روز دوباره مرتکب بشی، نه، باید پشیمان بشن، این خدایا دیگه توفیقم بده. البته یک نکته ای رو بسیار بسیار مهم دقت داشته باشیم و اون اینی که اتکای به خود نداشته باشیم در این امور، اتکای بر خدا کنیم و به واسطه وسیله های الهی خدایا به حق محمد و آل محمد به من توفیق بده، من رو موفق کنم که دیگه نزدیک به این گناه نشم، ندامت در من بیاد نزدیکش نشم، پشیمانی بر گذشته، تصمیم بر عدم بازگشت به گناه، دیگه تصمیم بگیر من به این گناه بر نمیگردم. هر واجبی رو که ترک کرده ای به جا آوری، یه عمری واجباتش رو انجام نداده، نماز، روزه، خمس، زکات، حج، اینها توبهش به انجام دادنشون، استغفر الله، 5 سال نماز نخوندم و دیگه با این استغفر الله ابدا، استغفار بکن، پشیمان بشو، شروع کن نماز رو پاکیزه بخون، گذشته هارم قضا کن، حق الناس رو بپردازی تا به هنگام ملاقات خدا چیزی برگردن نداشته باشی، مبادا حق و ناس به گردنت باشه.
بگی استغفر الله عجب اشتباهی کردیم، مال مردم رو خوردیم به حرام. نه هیچ فایده نداری همچین استغفاری، باید پول رو برگردونی. گوشتی که از حرام بر تند رویده با اندوه ذوب کنی تا گوشتی جدید جای آن بروید. باید غصه بخوری از انجام گناه، از معصیت. همان گونه که شیرینی گناه رو به بدنت چشانده ای، تلخی یعنی سختی عبادت رو نیز به اون بچشانی و آنگاه میسزد بگوی استغفر الله. با این شرایط انسان استغفار کنه. خدایا به حق امیر المؤمنین سلام الله علیه به همه ما توفیق استغفار و توبه واقعی عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رو سیاهمو ببین،